مکتوب است. از برادرم احمد دعوت میکنیم برای شهادتش و کاری که خداوند در زندگیشون انجام داد. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شما خواهر برادرای عزیزم. مرسی به خاطر اینکه خداوند دوباره شانسی رو داد تا باز هم از کارهای عظیم خداوند بیان بشه. شکر. قبل از اینکه بخوام حرفمو بزنم شهادت کوچیکی میدم راجع به خودم. مدت ها پیش مامان آزیتای عزیز، خیلی سالها پیش یعنی، یه آیه ای رو به من داده بود که الان فکر میکنم اون آیه قوت منه. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم شد. در چمنزارهای سرسبز مرا میخواباند، در کنار آبهای آرام مرا رهبری میکند، جان تازه‌ای به من میبخشد و به خاطر نام خود مرا به راه راست هدایت مینماید. آمین. سالهاست که من تو این کلیسا هستم و خداوند رو شکر میکنم به خاطر کارهای عظیمش. هرچند که باید اعتراف کنم در اوایل به هر در بسته‌ای که خوردم یه خورده‌ای شکایت داشتم نسبت به خداوند که چرا برای بقیه میشه و برای احمد نمیشه، و آمین که باز هم صبر شد. سالها گذشت ولی غافل از این که خداوند قرار بود از پایه منو دوباره بسازه و قرار نبود تا دیوارهایی که خورد شده تنهای اونها رو درست کنه، ولی قرار بود که خونه ای رو که از پایه و از پایه خراب بود قرار بود که دوباره بسازه. و آمین که در نام خداوند ایستادیم و صبر میکنیم و هر آنچه که خواست خداونده قرار بهترین ها برای فرزندانش انجام بشه. آمین. خدمت شما عزیزان، دو سه هفته پیش همونطوری که میبینین جلسه کلیسای افغانهای استکهلم برقرار شد، جای همه تون خالی بود و خداوند رو شکر و سپاس که به من افتخار داد تا دفعه دومی باشه که توی این کنفرانس شرکت میکنم و پر از برکت و پر از کارهای عظیم خداوند بود در کلیسای حسبی استکهلم. تاریخ ششم با جمعی از بچه های افغانمون عازم استکهلم شدیم و در متاسفانه فیلم میدم که داریم به خاطر حجم زیادش نمیشه، ولی امیدوارم که در هفته های آینده بتونیم پخش کنیم. آمین. و از برکات و از سخنان برادر اندریاس خیلی فیض بردیم، پر از برکت و پر از شوق و هیاهوی فراوان. و بهترین خبر خوش این بود که برادر اندریاس به ما قول داد که در سال آینده قرار باشه که کنفرانس افغانهای مسیحی در کلیسای اسمیرنای یوتوبوری انجام بشه و بهترین هدیه‌ای بود که خداوند در اون جلسه به ما عطا فرمود. مرسی از این که وقتتون رو به ما دادین. مرسی. شکر و جلال بر نام عیسی مسیح. آمین. خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه اگه ما حواسمون نیست ولی خداوند حواسمون به تک تک ما هست. خداوند نگاهش به لحظه لحظه زندگی ما هست. اگه در طوفان ها باشیم خداوند همراه ما هست. فقط کافیه که نگاهی بندازیم و او رو صدا بزنیم که عیسی بیا کمکم. خداوند کمکم کن. آمین.